بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه علق صفحه 597 علیک است قرآن داره. این اولین آیه که به پیغمبر در غار حرا نازل شد. البته من آیه آخر سر نمی کنم، چون آیه آخر رو بخونم باید همه تو سجده کنم. من خودم باید سجده. حالا چند تا آیه شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پیغمبر اکرم از سن 35 سالگی این آخرای 5 سال آخر خیلی قاره مرام بیرفت. پیغمبر که هنو منبوس نشده بود، بسی فرد عادی بودش، معمولی بود. گاهی هم مثلا یه شب دو شب میموندن، گاهی جوری میشدش که براش قضا میبردن. همین هستری رو خدجه میشوستم قضا میگه اون جعفر دو شهستری که جعفر 10 سال سالی شد سهستری بودن. گاهی حمیزه برن، حمزه اموش بود و بلگیریال حمزه از در سنی هم سن پیغمبر. حالا تعجب میکرد من آقا اون بالا میره چیکار میکنه. ببینید پیغمبر اکرم الان از این در بیاد تو یه آدم درشت به کلی میبینید شما. قد بلند خیلی. هر سری فرمود من در کل عرشانه ای به پهنه شان محمد ندیدم. اینا بگم به کار بحثمون نفره ها بخوام بگم هیکل اونجا. خود هر سالی توی روایتی میفرماد که دیدم یه نفر پلو پیغمبر واسده ایشون هاش خیلید الان پیغمبر که خودش کی بود ماشالله داره صحبت میکنه. این حتی اینا اینجوری میگن که ما سردر بیاریم، ولی خوب علم غیب که داشت. بعد که رفت سوال کردن سال این که بود، فرمود برادرم خضر بوده. اون خضر که اسمشون میشنمید این هیکلی چوخ یا خود یه خیلی معلوم خیلی هیکله. این ودمیر جنگ زبقرنه بودش، معلوم خیلی هیکله کذابه. همین دعای کومل ما رو خیز دیگه بله هیکل مشد با پیغمبر درست بود، بدن خیلی قوی بود. حالا اونا تر جست، حالا زیبایی و همه کجا میره ایشون؟ مردم تو زنگشون داره به راهب ها که تو کوه ها میرن عبادت میکنن و آبای مطلبی تو کوه مثلا چیکار میکنن؟ باقی میکنه. خب حالا صلاح بده خود ذهن مرمون با قطمان نماز و به این کارهای عبادتی. بله تو قار حرا بود که شروع شد و جبرئیل که وحی برای پیغمبر می آورد. الان توی این مکان که ما نشستیم پر فرشته است. هر کدوم ما دوتا فرشته برای اعمالمون هستن، چند تا فرشته مراقب داریم، از دوتا تا 10 تا فرشته چی فرشته چی فرشته چی. پیغمبر فرمود کارهای مختلف یک انسان رو در شبانه روز 160 تا فرشته دارن انجام بده، ولی روایت دیگری 360. حالا تو فرشته ها نمیبینی که هستن لنامه ابراهیم فرشته هست. ای وقتم تعریف هیکلشو گفت کردم خیلی هیکل درشته. وقت گفت رسول الله من یه قدم و معمولیم بین خورشید و زمیره اینا بر معمول بلوز هیکلشون. ولی وقتی میخواستم بیان به صورتی میامدن راجع به حضرت مریم تو قرآن میفرماد آمده بود جبرئیل مریم رو با قول ما حامله کنه، حامله که هم فوت کرد با اینو. تمثل الله و بشرم طبیعه های انسان تمام عیاد بشر مثلا حال جبرئیل بشه. یک شخص بود زمان پیغمبر، این تاجر بود، تاجر خیلی زیبا صورت هم بود، خیلی خوش اندام یا فرقشن گرش خیلی هم وضع بالایی احکیه بهش میگفتنده احکیه کلبی خیلی هم علاقه شدید به پیغمبر بود. خیلی میشد میدونن به احکیه کلبی ولی پیغمبره. بعد میبیرم میفهمن جبرئیل بود آمدن به قیافه احکیه کلبی. حالا 4 بار پیغمبر در نزولش در طول این 23 سال به قیافه اصلی آمد. اون تا اون وقتی صحبت شروع میشد خب خودشو کوچک میکرد تا یه انسان. این خیلی مهم بوده معلومه. این بعثت اینجوری شروع شد. پیغمبر فرمود یه وقتی دیدم هر چی نگاه میکنم جبرئیل رو میبینم، چون خیلی کله بزرگ بود. ولی هی کم شد و کم شد و فضیلتشون کم شد و کم شد به صورت یه جوانی
جوان ولی درشت پیکر اومد تو قار. به من گفت اقرا بخوان. بسم الله الرحمن الرحیم اقرا. خاطرتون باشه ایشو فهمید که شروع شد پیغمبره. پیغمبر که داره با جبریل حرف میزنه، اولا پیغمبر خودش نیست، این نماینده جلائنسه، این رسول بر عالمینه. آیه 107 سوره انبیا فرمود انا ارسلناه للعالمین نذیرا، برای همه العالمی که سوره فرقانه، سوره انبیاست، رحمتا للعالمین 107 انبیا، این رحمت برای همه جهانیانه، برای کل جن و انس. پیغمبر حرف میزنه از شخص خودش نمیگه، داره از این طرف جبرئیل هم نماینده خداست اومده از طرف خود. الان سفیر ایران داره توی آلمان حرف میزنه، سفیر ایران از عمشون بچهشون ننش حرف نمیزنه، از طرف مملکت داره حرف میزنه. اون مملکت هم با این دارن با ایران حرف میزنه، نه با این آقا که اسمش بزن پرویزه. جبرئیل میدونه الان قضایا رو متوجه، این باید به جنوانس پیغمبره صرف اون. این وقت میگه بخوان، پیغمبر خواندن نمیدانن، یعنی اینه که من باید براشون پیغمبری کنم بلن نیستن بخونم. خودشو نمیگه که خواندن نمیدانم، این بخوانم که میگه نه تو یکی که اسم محمد نند آمن است بخونه که کار، نه یعنی تمام بشریت باید بخونه. این اقرار که میاد به همه ما که خواندن نمیدانم، چون نمیزنن دیگه، حالا بلکه بیخوندن ببینه میشه. یه خود جلو آمد بکن بفرم بخوان. باز آقا فرمود خوندن نمیدان. پیغمبر فرمود اومد جلو منو بغلم کرد، همچین فشار داد که وزدی بود استخونام بشکنه. اینا چوکه نمی کنند آقا، اون هیکل قوی اون در فقط این چاره اینه اقرار بس. گفت دیگه حالا که زوره باشه که اقرار بس. اینا چیه داره یک ذره؟ من و شما بشر بدون اقرا هیچ رشدی نیست. از اقرا هم شروع. شما فرض کنید دولت انگلستان فهمید و آمریکا فهمید و همه که تو این کاره این پسر عبدالله رفته اینجا آمدن، این بعدا میخوان همه حکومت ها رو بیان بگیرن. و همچنون که همین آیه که خوندن آقا و وندی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. دو قرون سوره فاتحه میخوندن، سه جای قرآن هست. نای این آقا میخواد همه زمین رو حکومت کنه، یعنی الان خیلی میترسنه به حکومت را دستشون بره. بیان پشت این قار جا بشیم جن بشیم، میخواد بفهمیم کی میگن توی این قاره این میخواد بیاد همه حکومت ها رو بگیره. ذهنمون بره چقدر شمشیر دارم، چقدر پول دارم، چقدر مشرک دارم، چقدر چی دارم. صحبت از شمشیر و پول و این صحبت خوندنه. اینم چونه میزنه خوندن نمیدونم، اونم باید بخونیم اقرا. خب باش، اما اقرا بسم ربک، خواندنی که خدا رو سم و وعلو بدی به نام. چطور ما صادقا میگفتن به نام نامی اهل حضرت اهل حضرت چرا کنن اونو میخوان مطبخش کنند؟ میگه خواندنی که خدا مطبخ بشه اقرا بسم ربک، یعنی برای سم و برقری خدا، خدا رو مطبخش کن. خب بلا فاصله میگه خدایی که خلقه، خدا بیگانه نیست، درست کرده دیگه، همه منو خدا داشت، چون خدا داشت خالق همه، خالق و کل داشت. اون خدایی که خلقه برای تو مفرش بخوان، ولی از خب با خوندن باید این کار انجام بگیره. خلق الانسان من علق، یک کتابیست که خیلی ریشه حرف میزنه. یه حرف این که انسان رو از خونه بسته، خونه بسته تو رحم زنه، این معنی انسان که ریخته میشه 40 روز بعد 40 روز بس خونه بسته میشه، بعد هی گوشت میشه چی میشه، اینا رو قرآن هم داره. یا رفت رو رحم زنها که انسان از علق خلق. من این خیلی نجیش یاقی علمی هم اینا میکنم، خیلی کنکاش های علمی داره. باز میگه اقرا بخواه. چه خبره؟ من شما بخواهیم رشدی در دنیا آخرت بکنیم هیچ آوری جز دلی حالا میبینیم که مشتک های مالی دانشمند همون دنیا دارند از ما میترسن به خاطر این علمی که رفته، این جوان ها، این پیشرفت های علمی یه هم توصیه میکنن. بشر اینجوره با علم دانش جلو میره.
8 سال جنگ کردیم با عراق. چرا خودمون خام خوبه دست رو بلند کرد گفت صلح میکنیم. نداشتیم موشک ها جواب رو موشک بارون میکردن نداشتیم. اینا خوب حالا که زوره باشی ببین علمی داشت پیشرفت میکرد، نه قرآن نه دین. آره این تو قرآن دینی که ما داشتیم علم ها ندیم. این که بینه جبریل کیده تره بقیه بی خودی پیله نبکنن دا. یعنی اینا در ایش جبوش دائما تو ذره خوری و نامونی کنکاش کن، تحقیق علمی بکن، هی برو جلو، هی برو جلو. بازم اگر عبرت بکر اکرم بخوان، اما بدون همیشه که گرامی ترین چیز یعنی خوندنی که خدا رو بپرست، خدا رو مطرح کنی، حکومت خدا رو بر زمین ثابت کنی، خدا رو جلو بندازه و بکر اکرم باز رفت سراغ علم الذی علم بالقلم، خدایی که با قلم علم یادتو داد. خب شما این قلم رو دست کرد مگه؟ اول کسی که علم به قلم رو یاد بشرا داد حضرت اخنوخ لبیل ادریس. ادریس چند پشت هست آدمه؟ ادریس اسمش اخنوخ بود. اخنوخ ابن متا و شله ابن یارد ابن محلائل ابن عینان ابن انوش ابن آدم. هشیست نسل بعد آدم بودش. ایشون مأمور شد چند تا کار یاد بده به بشرایی که خیاطی رو یاد داد ادریس، همین لباس و پشم و دکتن و اینا. یکی قلم رو گفت این کلماتی که تلفظی خود کلماتی که ما تلفظ میکنیم اصل سیسر خدا او یاد میده، او علمده بیان او یاد میده. حدود 30-40 سال پیش بود تو روزنامه ها نوشتن، خب منم دیدم سر و صدا شد، گفتن یه خانومی توی مملکتی سن دل بوشت 70-80 سال اینجوری صبح که پاشو بگیز دبون دیگه حرف بزن. این شده چیزی رو خدا میخواد این رو نشون بده، آیات الهی. آخرش گفتن چند نسل قبلش اونجایی بودن که این زبون بوده، این هم تحقیق کرده بودن، آره من چه بدن نبود کلن یه زبان دیگه حرف میزن، از این زبانی که داشت کاملا بیگانه شد. خدا میخواد بگه حرف زدن من یاد شما دادم، شما فکر نکن این کتابا می نویسن همه چی، نه اینا خدا آدم صفت داره خلق کرد، حرف زدن یادش داد. آدم اونجوری نبود کلمه کلمه، یا اون سخنی که میخواست بگه یادش داد. خود حضرت آدم زبان عربی رو خدا بهش یاد داد، زبانهای اصل زبان سریانی بودش، اونم بلد. زبانها خیلی مختلف، یه بحث میکنن زبانهای مختلف چجوری پیدا شده. ما توی کتاب یه شمارش 2000 رو دیدم که تا مثلا حالا تحقیق کردم یا همجوری نوشتن، یعنی این تا 2000 جور زبان. حالا میگن که حضرت نوح نبی وقتی کشتی رفت و حق شدن همه اون نشست، خب بعدش تا 1150 سال دیگم عمر کرده در دنیا رفت، اولاداش خیلی زیاد شدن، ولی همونجا که کشتی نشسته بود و اونجا ها زندگی میکردن، همه کشاورزی و دامداری و اینا، دستور آمد از طرف خدا به اولادات بگو پخش بشن تو زمین، یه جا زندگی نکنیم. نمیرفتم. چرا نمیرفتم؟ چون اینجا خونه زندگی دامداری کشاورزی درخت نه. یه عده‌ای باید میمونده، هر کسی من میمونه اینا که میشه بعد رفت گیره. شما برید جایی خونه رو که نمیتونیم کشاورزی کنم درخت کنم بمزنیم اینجا به اصاف میدونستن که عده میمونن هی مناخصم بمونن با ابلاغ کرد نرفت کس بار دیگه دستور آمد میتر هم دعا کرد هم نفرین باید بگم گفت خدایا خودت یه کاری کن که برم. صبح که خواب پا شدن هر خانواده یه زبون حرف میزد و زبون قبلی بقیه رو نمیفهمید، یه وحشتی هم کردن همه زبون ها عوض شد. میگه اهل هر زبانی را افتاد به یه تمثیلی یه خود حرف میدن محالفت کن. میگه این جوره خدا زبونی و همه خلق علم بیان، بیان خدا خلق الانسان علمه البیان. جناب ادریس یاد داد که مثلا این زبانی که شما میگوید زبان همه همسوره هم مشتمل بر یه حروفی خودو خلق کرده، علامت برس گذاشتن، مثلا مفاتیح زمانه 32 حرفه
عرب ها په و چه و گاف و زه ندارن و تیزدن 28 حرفه عربا با 28 حرف دارن همه کارال میگذارنن هستش هم زیر سر شخص خدا است کسی نگر در آورده باشن خدا اینجور یاد داده که این حروف فرهم یاد داد که مثلا یه علامت برای الف یه علامت برای به ادریس یاد داد نوشتن و یادشون داده خیلی چیز خوبی شد تو بشریت که بتونن سخن رو منتقل کنن با این علامت خانم شما برای خونه دسته بیرون میره برای پای تلفن نوشته گذاشته نوشته من کجا رفتم خیلی فکر این نبود بشر اینا نداشت که بتونه انتقال بده خیلی به لغت اختراع بزرگ کرد ادریس پیغمبر و خودم تو به امر خدا نوشتن رو یاد داد به من این نوشتن که اومد دیگه حالا همه چی حفظ میشه علم ها حفظ میشه درس ها را میفته اطلاعات منتقل میشه یکی میفرماد خدایی که علم بالقلم قلم نمیده علم باشه انتقاد همه به هم میفاره انتقالایی که میبینید خب یه قلمی که بنویسه نشه و شما بنویسه او بنویسه لسه برداری کنه چاپ کنم ولی علم بالقلم علم به این داستانه که میبینید مطرح میشه اینا رو دست کم نگیرد پیغمبری وقتی از جبریل پرسید جبریل یا رب کجا میاری برادر چرا این سوال میکنی اگه بگه خدا که خودم پلو خودم که خدا همه جا هست شما سر توالت هم که نرسی خدا پلو حضرت موسی گفت خدایا بعضی جاها روم نمیشه من اسم تو رو ببرم کجا گفت سر توالت من خودم پلوتم که اسم ورود نمیشه ببرم خدا هم به جاست برو تو رفت کام برو زیر پتو به کیپ کن کام خدا هستش باشم خدا هم به جا خدا هم هم نفر خودش بگه اقرب الهی من حبل برید از این یارقاتون دارم به شما نزدیک شم بله سگ هم الان به اینجا رخ چه خدا از سگ گرنم به سگ نزدیک شم خدا هم به جا اگه بگه خدا بکنم خدا پلو من اگه پلو خودم تو از کجا میل حق داری سآل بکنم شما ذهنتون نمیری جایی بی از کب که من اینا رو حالا چون این چون تو عربه هستش از کب من اینا رو از میکائیل میگرم این فرشته های مقرب چهار پنج تا هستن اینا جبرئیل میکائیل اسرافیل عزرائیل آقا فرمودن که میکائیل از کجا میاره گوه از اسرافیل میکنی اونم یه فرشته البته اینا به قول ما با حفظه فلمت چند سوق دارن با همه اسرافیل تمام پرونده های ما میره فلوش پرونده های هم اخلاقات میجاست اسرافیل هست در زمان سور هم هست سور اسرافیل همانه میزنه به وقت این کار هم هست آقا فهمد اسرافیل کجا میاره گفتش که او در محلی که نشسته عبادت میکنه لوح میاد به پیتونیش میخوره از روی لوح میخونه آقا فهمدن لوح چجوری روش نوشته میشه گفتن که قلم به امر خدا رو لوح مینویسه پو تو اینجا رفت جلو پس یک قلمی هست خدا بهش امر میکنه چشمه ای هست در بهشت خدا بهش فرموده اجمه بیان دفشو من قلیز از اون برمیداره رو لوح مینویسه همش به امر خدا حالا اینا که برات گفتم اینجا توی احکام لباسی که قفل مرده میکنن تو اورول اربت الوسخه دوایت هیچ اون سندش هست چون امام هشتم داشت اون روایت رو برای مردم میخون سند هستش که مستحب اون سند اون کفن بنویسیم اینجا تو مستحبات کفن مطرح وقتی روایت رو بردن امام هشتم فرمود از پدرم مصعب جعفر همتا پدر تا حسین ابن علی از رسول الله از جبرئیل از میکائیل از اسرافیل عن لوح و القلم قال الله تبارک و تعالی خدا عم میکنه قلم حالا این ردیف ها برای چی تیم نشان علی هم خدا که در این کار میکنه 11 تا قسم تو قرآن خونده خورده سوری و شمس که من 1 میلیاردم ثانیه از قلب این رئیس جمهور آمریکا جدا نمیشم چرا این رو باور ما نمی کنیم 11 تا قسم سوره و شمس میگه فهمت فعد همه ها و فجور ها و تا الامن هر انسانی رو
حالا یکی سوئیسرا مرا میگه یکیشون فاحشه که دون برزیل را میره، چه فهم بکن هر انسانی رو من اولش تکون نمیکنم، دائما درم الهام میکنم از قلبش فجورها و تقوا. نمیخوام باور کنیم اینا رو یا دروغ حساب کنیم، مثلا برای چی اینقدر خوب قسم میخوره؟ بله مهم مطلب باور کن. او از مقداری رو خداوند از راه الهام میگه، همه راه نمایان رسولی بلد بفرماد هل اینا هون نجدن نجدن خیر و شر، من بشرها رو خیر و شر رو خلق میدم، لیکن یه سری دستورها رو گذاشته که پیغمبر برفسه، پیغمبرم با معجزات میاد آیات، من بگی ماست که اطاعت کنیم قبول کنیم. این ایل ریف کرد. شما یه وقتی یه مورچه دیدید سب کنید کارتون دارم، این مورچه رو خود خدا معلمش هست، خودش این دیگه به جبریل و میکائیل اسرافیل کار خودش تمام زندگیش رو خدا بهش یاد داده تمام. در سوره طه فرعون به موسی گفت تو اومدین بگو من طرف خدام، خدا که خدا سننم من خدام، خود فرعون که من خدام. سوره طه فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، رب من اون کسیست که هر چی خلق کرده خودش قط بهش داده که یک رم مرچه باشه. یه وقت جلوی کره زمین رو بگیر تو فضا، بابا واسه یه خود کار دارم، واسه خیلی تند در را میره کره زمین، دور خودش خیلی سریع میچرخه، یعنی بیچار ساعت یه بار دور میدن، هم تو این مسافت زیاد تو یک ساعت تن خیلی تند تند داره، بابا واسه کار دارم که به تو گفته به این سرعت به چرخه اینجوری که خدا گفته ثم هدا. و یه سوسکه رسیده بگو واسه واسه کارت دار که گفته چه کن چه کن، بگه خدا گفته ثم هدا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه. بطا ما انسان ها رو همه رو خودش نمیگه، یه سری رو با الهام، یه سری رو با چه مثلا انبیا میاد و امتحانم میکنه، ولی همه چی بده هر چی میکنن خدا بهشون گفت. معلم اصله این اولاقی که تو تبیلت خود خداست، یادش داره چه خواد علفش بخوره چه کارش انجام، هیچ پیغمبرم نمیخواد، اون زمانم نمیخواد، معلمش خداست. آیش هم اینه ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هدایت ها رو میکن. حالا این رو بگم براتون ببینید، چه وقتی پیغمبر میگه تو این وحی ها از کجا میاری، برای اگه خدا که خودم کنه خودم ده خودم بده بگه دور میتنه میگن لغمه رو چرا دور سک، گفت نه حالا خدا خواسته اینجور باشه کرد. در روایت دیدم که خداوند قلم فرمود که بنویس روی لوح، عرض کرد چی بنویسم، خدا فرمود هر چی به وحی میکنم بنویس، از اون لحظه تا قیامت هر چی میخواست بشه وحی کرد نوشت تمام. حتی کار من شخص من که اسمم سید مرزاست امروز لحظه به لحظه شون نوشت همه، همه من رو خودم بزنم همه اینو پیچید همه را هم رو داد دست همه اسرافیل. یه پرونده ها که الان میرن بالا تو آسمان ها میره پر ایشون اون لوحو میاره میبینه تمام اینا قبلا نوشته شده. خدا میخواد قدرت نمایی کنه به شما چون مربوطه، آیا قرآن جلوتون نیست؟ اگر حالا مظلوم بگم شما یادتون بمونه سوره جاسیه اینو خدا گفته قیامت وقتی پرونده رو میارن براتون میخوان محاکمتون کنن، اون پرونده که فرشته ها نوشتن نیسته. آیه رو ببینید سوره 45 قرآن جاسیه و اینو جا قیامت پرونده آوردن خدا به شما میفرماد این کتابی که الان هست این صفحه 501 یک و دو سه شش خط بید بالا پرونده تی که میدن دسته میگن حالا کتابونا ینطق علیکم بالحق، خانم آقا این پرونده تی که ماست خدا میگه همش درسته توش نوشته انا کنا ننسخ، ما نسخه برداری میگم بکردیم، امام ششم فرمودن نسخه برداری این از روی چیزی نوشتن، شما کتابو باز کن روی کاغذ اونو بنویس اسمش نسخه برداری، نسخه برداری یعنی یه نوشته باشه شما از دوش بنویس. میگه نستن سخ ما کنتون تعملو پرونده رو که اون شب گروب میبرن برای اسرافیل پرونده ها ایشون لوحو باز میکنه تمام هستش رو کرده، خدا میگه من احتیاجی به امتحان شما نداشتم، همه رو میدونم
حالا سیستم هم اینجوره، این ماره فرشته میزنن کنار، اونو که تو لوحه مینویسن میزنن تو فرمانده قیامتین. اینه ما نسخه برداری کردیم، چه فرمانده هیچ فقر بکن برم. چرا اونو نمیزنن به تو؟ چون این همونه دیگه، خداست میخواب قدرتش نشون بده، میخواب بگه من نیاز به امتحان به تو نداشتم. تو خودت نیاز داری بدونی که هستی تو در هدف. ببینی تو این هست یا آخر رفته باشیم سرسی ما صحبت کنیم. یه خود زود بودش، شاید که یک سر را بودش، رفتیم بپرسیم که این چجوری بریم. نگفت که فرون رزیم باره خودم، یک کسی با من بحث کرده وهابی، یه خود جواب دادم ولی شما چه میگوید؟ گفت به من بگن شما در زیارت جامعه کبیره چرا؟ به ائمتون بگوید ان الینا یا بکن ثم ان الینا ان الینا یا بعدنده لیکم، به سوی شماست یا به ما و بر شماست حساب ما. اینجوری گفتید، این خلاف قرآنه، چون قرآن در سوره غاشیه می‌فرماد ان الینا ایابهم، ایاب خلق سمت مای خدا، حسابش با ما. شما زیارت اشبه هست و مفاتیح یه جاش میگوید ایاب خلق الیکم، مثلا امام هشتم زیارت میکنه بهش میگوید مردم به سمت تو، شما اینجا به مسئولیت حساب شما میکنید. گفت این دروغه که شما میگوید. خدا در سوره غاشیه میگه ان الینا ایابهم، ایاب خلق سمت ما. این غاشیه باز شد صفحه 562 خط آخره بعد ان الینا ایابهم ثم ان علینا حساب. البته شخص مطلع بود سوال میکرد، ولی میگفتم متوجه میشون. گفتن ببین قرآن کریم نه اینجاش، همه جاش کارهایی که خدا به خودش نسبت میده، گاهی خیلی مخلوقات دستن در کارم، خدا میگه ما میکن. مثلا همین میگه انا نحن نزلنا الذکر، ما ذکر میفرستیم، در حالی که لوح در کار، قلم در کار، میکائیل در کار، اسرافیل پیغمبر تازه پیغمبر بخونه کتاب ور بنویسن چه شد صاف، خدا میگه من میکنم انا نحن باشه کارا خدا، چون این وسیله سازی ها رو کرده، میگن مسبب الاسباب اونه، خدا کارو به خودش نسبت میده. الان شما هر کس دارید به شما کی روزی تو رو میده بگه خدا، میگه آقا دروغ میگن، این اداره ایست اگه پول ندن از گشنگه میبره، بعدم دازه پول هر که نمیتونه بخوره بعد ببره فی سوپری یعنی نون بگاره ماست بگیره فنا، خدا کجا بود؟ نه آقا خدا میده، اینا وسیله هاست، اینا سبب هاست، نه خدا روزگه. خدا میگه ما خیر و رازقینیم، بگو خدایا دروغ باشیم بعدا گندما اگه نباشه، پول اگه نباشه، من اگه نجوام نخورم. میگه بله اینا همه رو من خلق کردم، من وکیله کردم، من سبب سازی کردم. تم اینه که قرآن چیزی رو خدا به خودش نسبت میده، همش همینطوره. بگم حالا قرآن شما ببین، گفتم بشم که اینجا در سوره الاسراء خدا به همه بود به همه آنال آیه رو بگم و اون جمله شما بگم می فرماده و کل انسان الزمناه و طائره و فی عنقه، قیامت پرونده هر کسی گردنشه میاد. کتا اینجا شو دیدی لخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، قیامت باز میکنیم براش یه رو چشمش منشور کاس اینه، بهش میگن اقرأ کتابت، بخون پرونده تو، کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا. صفحه 283 قرآن 1 و 2 و 3 و 6 خط بیاد بالا، حالا 7 خط و کل انسان، هر انسانی رو پروندش رو گردنش میندازیم. سوره الاخلاص روز قیامت کتابیست جلوش واضح، میگن بخون خودت بگو کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. گفتم یکی از انسانهایی که قربندش گردنشه جمره، به شخص جمر خدا میگه شب بگی خودکارو، خودت بگو من چه کارم، من قبول دارم کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، خودت بگو من قبول. جایی که خدا حساب شمر رو قبول داره اینم آیش به همه میگن داره این شب. خب اگه علی بنشین حساب منو برسه قبول نیم،
تو عدم به امر خدا میکنه ها، خب این کار رسی اینا وسایل کش بروشدن خدا این را بگذاشته، نه این که باشه خدا به خودش نسبت میده از باب این که وسیله سازی او کرده. ولی شما ببینید قیامت اصلا آخه قیامت نرفتیم ببینیم قیامت، قرآن میفرمان لا عوجل، اصلا قیامت جوری نیست که چیز خلاف بشه واقع بشه، ببینید ببینید قیامت اینجوران است و همه حق و وزنو یا اومه ازن الحق، اصلا غیر ناحق تکین بیان اصلا نمیتونه به مطلق کنه پرونده خودش. میگن قیامت وقتی حساب ها تمام میشه شخص سرش رو به زیر میندازه و به سمت جهنم میره و میدونه که جاش همین جاست کامله. خزنه جهنم میپرسن الم یعتکم رسولون منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، به کی میگن؟ مثلا به خویی میگن، به چنگیز مغول میگن، به این رئیس جمهور آمریکا میگن. قالوا بلا، خودش میگه ولکن حق کلمت العذاب علی الکافر، حق اینه که من توی آتش آب این کم دادگاه عدلی جایی جا من ندارم، جا من حق کلمت العذاب همچین دادگاهی اونجا جای دروغش اینا نیست. نه خدا به خودش نسبت میده، همه جای قرآن همطوره، یه جا قرآن پیدا کن کاری رو به خدا نسبت داده باشه میگن این 9000 تا واسطه خورده، باشه همه جای همطوره. مثلا خدا میگه من خلق کردم انسان رو، نه آه چی خلق کردم زن رو، بعد ازدواج کنم چی نبکن، بله اینا معمول ردیف کرده اما رو آفرینه به خودش نسمت. و بعد خدا بسه مسوجه سر گفتم نه اونجا اونجا دروغ نیست و هر چی هست همونه، خب اونا حساب اسم میرم ببین. حالا برگردم بزنید این سوره اقرب اسمه که الان امشب الان وقتتون نگیریم، اسلام با اقرا شروع شده، با علم بالقلم شروع شد، اقرا و ربک الاکرم بسم ربک الذی خلق و تحقیقات علمی خلق الانسان من علق. بخوام پیشرفت کنیم هیچ راوی جز علم و تحقیق نیست. انشالله حالا که بیدار شدن الحمدلله که کار بکنی صبح تا شب رحمت، الان چقدر دنبال این علم و دانش رو هم فردن که در نجات میدن جبون ها مشالله. ببینید این کرونا اومد چه زود واکسن شد، دکترای خود دوزوز کردن، این پیش رفته الان چه هم بیش بیش سپای هواپیما داشتیم، هواپیما درست پیش رفته به همین است. علم علم دنبال شو بگیم به هر جوره، هر علمی که برای بشر مفیده محجم، هر چی بیشتر برای بشر مفیدتر باشه اهمیتش بیشتر. چرا علم دین هم اهمیت داره؟ چون نیاز همگانیه، او پیر زنه تو خونه احتیاج داره، سپور هم احتیاج داره، حمال هم احتیاج داره، آی خامنه‌ای هم احتیاج داره، دین هم لوانیست، اون هم باید وضو بگیره، اون هم باید وضو بگیره، اون هم باید قصد کنه، این چون همگانیه خون نیاز شدیده دیگه، بعد همه بدون و طب هم تقریبا اینه. خب طب هم همه هر این نه هرچی نیاز بشر بش بیشتر باشه اهمیتش بیشتر، ولی علم اصلا پیغمبر روز فرمود امت من یا عالم یا متعلم، در یه روایتی که خیلی در مقیه نید، یه روایتی حالا یه نفس باز شده، سومی کسی که این دور دوست داره حالا خوب یه راه دانش بود دائما مشغول بود. خود پیغمبر که در غریر فرمود ما من علم الا وقد احصاه الله فی علم، و بعد خدا خبز کن علم از مخلوقات، فرمود هیچ علم خدا خلق نکرده الا که به من بده، بفرست زدیم معرفی و کل علم علمته علمته علی امام المتقین، هر چی علم به من یاد داده شد من به علی یاد دادم، علی امام متقین. کل علم علمته احصیته فی، هر چی علم خدا به من یاد داد من جا دادم تو این علی. و هو الامام المبین، امام مبین سوره یاسینتون این صفحه 440 آخر صفحه، و کل شیئن احسیناه فی امام المبین، و من امام المبین علی، همه چی من جا دادم و علم داره می پیغمبری که انقدر علم داره خدا بشه بگه و خود رب بزدن علم محمد به من دو علمت زیاد کن و قول رب بزدن. پیغمبر فهمد اگه یه روز به عمر من بگذره خدا علم زیاد نکنه اون روز هیچ برکتی به من نداد. خلاصه در شب و روز میگذره
من و شما مصدم همین سال اگه یه روز به علممون اضافه نشه هیچ برکت وقتی به پیغمبر نزده به من و شما داده علم ببینه سوره اقرا به اسم علم اقرا بخوان اون تا بسم ربک برای خدا نه برای پول در آوردن برای خدا برای بندگی خود قلم خدا انشاءالله دست همه منو بکنه.